شما همراهان و وفاداران، خوشحالم که پس از چند روز غیبت در خدمت شما هستم. الان بحث امشب ما اتفاقا در ارتباط با همین بودن با همدیگه است، راهی که الان شما تونستین از طریق اون این برنامه رو ببینین. مخصوصا توی ایران تا حدی میدونم که با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنین تا بتونین این برنامه رو یا سایر برنامه های شبکه های خبری فارسی رو بگیرید و شنونده و بیننده اونها باشید. بحث امشب ما در مورد همین مشکلاتیه که یه اشاره‌ای من بهش کردم. نگاهی داریم به پارازیت‌های ماهواره‌ای که باعث میشه شما یا اصلا نتونید این برنامه‌ها رو، برنامه شبکه‌ها رو ببینید، یا با مشکلات و سر و صدا و برفک و قطع و وصل و خلاصه هزار و یک دردسر که خودتون بهتر از من میدونید، بالاخره وصل بشید به دنیای ارتباطات. ما می‌خوایم اینو از شما بینندگان بپرسیم که اگه نظامی مدعی ثبات سیاسی و ایدئولوژیکه، چرا از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای واهمه داره؟ این سوال اصلی ما هست. شماره تلفن تماس رو یادداشت کنید که اگه خواستین بیاین و در این مورد حرف بزنین براتون امکان پذیر باشه. اگر می خواهید روی خط باشید با شماره تلفن 202-692-4376 تماس بگیرید. روی خط @voanews.com و روی خط @blogspot.com دو راه دیگر تماس با برنامه ماست. اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران و وقایع بعد از اون، شاهد افزایش ارسال پارازیت‌های ماهواره‌ای از سوی حکومت ایران با هدف اختلال و قطع دریافت برنامه‌های کانال‌های خبری مثلا مثل صدای آمریکا در ایران بودیم. حکومت ایران گرچه به طور رسمی ارسال پارازیت رو تایید یا تکذیب نکرده، اما در سه دهه گذشته فعالیت‌های این شبکه‌های ماهواره‌ای رو دخالت در امور داخلی خودش و همچنین ترویج فساد و بی‌بندوباری توصیف کرده. مخالف‌های ارسال پارازیت ضمن محکوم کردن اون میگن دولت ضمن کنترل کامل بر اخبار و مطالب صدا و سیما و کلیه رسانه‌های داخلی تلاش می‌کنه تا با ارسال پارازیت‌های ماهواره‌ای به سوی بویژه کانال‌های خبری سیاسی، شهروندها رو از دریافت صحیح و سانسور نشده رویدادهای داخلی و خارجی محروم کنه. حالا سوال ما اینه، یعنی سوالات ما امشب، نظر شما در این باره چه هست؟ در مورد این محرومیت شما فکر میکنید انگیزه و علل اصلی ارسال پارازیت های ماهواره‌ای توسط حکومت ایران به سوی این شبکه های ماهواره‌ای مثلا مثل صدای آمریکا که یک شبکه خبری است چیست؟ آیا باید با این کار حکومت ایران مقابله کرد؟ آیا واقعا راهی برای کنترل و ایجاد محدودیت در ارسال این پارازیت ها وجود داره؟ به نظر شما، مخصوصا شما که در ایران هستید، هزینه و مسئولیت این اقدام حکومت بر عهده کدام نهاد یا بر عهده کدام سازمان در ایران هست؟ شدت یافتن ارسال پارازیت از سوی حکومت ایران که البته گفتم هدفش قطع دریافت برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای بوده، واکنش‌های بسیاری رو از سوی شخصیت‌های گوناگون، سازمان‌های بین‌المللی و جهانی و سه شبکه ماهواره‌ای و همچنین شرکت‌هایی مثل یوتلسات در پی داشته است. یکی از واکنش‌های بین‌المللی نسبت به اقدام ایران در انداختن پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای ارسال نامه‌ای رسمی توسط وزرای امور خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه به کاترین اشتون، رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا بود. در این نامه اقدام ایران در ارسال پارازیت جلوگیری از حق دسترسی آزادانه مردم ایران به اطلاعات توصیف شده و از وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا خواسته شده است تا ضمن محکوم کردن آن خواستار توقف این اقدام غیرقابل قبول شوند.
همزمان بنا به گزارش اسوشیتد پرس، شرکت فرانسوی یوتلسات در بیانیه ای از تسلیم دو شکایت علیه ایران، یکی در ماه می 2009 به آژانس ملی فرکانس های فرانسه و دیگری در فوریه 2010 به هیئت رادیویی اتحادیه ارتباطات بین المللی خبر داد که موضوع آن ایجاد مشکل و ارسال پارازیت از سوی حکومت ایران است. در اوایل فروردین ماه امسال نیز اتحادیه ارتباطات بین المللی دوربرد سازمان ملل متحد یا ITU ارسال پارازیت بر روی ماهواره‌های خارجی توسط ایران را خلاف قوانین بین المللی اعلام کرد و از حکومت آن کشور خواست تا آن را متوقف کند. سخنگوی ITU اعلام کرد شواهدی وجود دارد که سیگنال‌ها از سوی ایران فرستاده می‌شود و گفت تلاش عمدی و آگاهانه‌ای برای ایجاد وقفه در پخش ماهواره‌ای از سوی ایران وجود دارد. این اقدامات پس از آن صورت گرفت که نامه‌ای شدید اللحن از سوی مدیران سه شبکه خبررسانی جهانی صدای آمریکا، دویچه وله و بی بی سی صادر شد که در آن آمده بود مقام‌های ایران برای پخش آزادانه برنامه‌هایشان به زبان‌های انگلیسی و عربی در اطراف جهان از همین خدمات استفاده می‌کنند و در همین حال مردم کشور خود را از برنامه‌هایی که از همین ماهواره‌ها از بقیه جهان می‌آید محروم می‌کنند. ما از پخش خبرهای دقیق و بی‌طرفانه درباره امور جاری به ایران دست بر نخواهیم داشت. در این نامه همچنین اقدام ایران در انداختن پارازیت بر روی امواج ماهواره و اختلال در دریافت این شبکه‌ها ناقض بند 45 قانون اتحادیه ارتباطات بین المللی اعلام شده است، اقدامی غیرقانونی که بسیاری معتقدند توقف آن اعلام موضعی محکم‌تر و قاطعانه‌تر را از سوی جامعه بین المللی می‌طلبد. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن دی سی. این قسمت از برنامه آقای مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران با ما و این برنامه هستند. درود بر شما آقای محمدی عزیز، خوش آمدید به برنامه. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم آرامیده و بینندگان و شنوندگان صدای امریکا در سراسر عالم. بله آقای محمدی، اجازه بدید از شما کلن سوال اولم در ارتباط با سیاست‌های رسانه‌ای دولت ایران باشه در بخش پارازیت‌ها که اون میگم بعد میپردازیم بهش. یک سوال کلی من از شما دارم، آیا میشه در یک قالب کلی یک نگاه اجمالی انداخت به این سیاست‌ها؟ به نظر من جمهوری اسلامی در طول سه دهه گذشته شش سیاست مشخص رو دنبال کرده در حوزه رسانه ها. سیاست اول عدم جریان آزاد اطلاعات هست. جمهوری اسلامی نمیخواسته که مردم به اطلاعات دسترسی پیدا کنن، دسترسی به اطلاعات رو حق مردم نمیدونه. سیاست دوم تبدیل رسانه هاست، عمدتاً رسانه های دولتی به بوق‌های تبلیغاتی حکومت. از رسانه ها انتظار داره که مرتباً به عنوان بخشی از ماشین تبلیغاتی حکومت عمل کنند. سیاست سوم سیاه نمایی هست در جهان آزاد و سپید نمایی هست در داخل کشور، اینکه همه مشکلات جهان رو در رسانه‌های داخلی پررنگ نشون داده بشه و در مقابل طوری نشون داده بشه که انگار در داخل کشور هیچ مشکلی نیست و همه جا در امن و امان هست. سیاست بعدی تک صدایی هست، علارغم اینکه جامعه ایران یک جامعه چند صداست، اقلیت‌های مختلف قومی و مذهبی وجود دارند، دیدگاه‌ها هست، دیگر اندیشان و دیگر باشان هستند، اما سیاست حکومت این هست که تنها یک صدا، صدای یک گروه خاصی در رسانه‌های داخل کشور شنیده بشه. سیاست بعدی یک سویه بودن رسانه‌ها هست در داخل کشور. صدا و سیما، رادیوها و تلویزیون‌های دولتی در داخل کشور معمولاً صدای مقامات رو به مردم منعکس می‌کنند، در مقابل صدای مردم رو به مقامات منعکس نمی‌کنند. و سیاست آخر نوعی راهزنی رسانه‌ای من اسمش رو می‌گذارم که عمدتاً از طریق سانسور مطبوعات، کتاب، فیلترینگ اینترنت و پارازیت بر روی سیگنال‌های ماهواره‌ای این کار انجام میشه. خب اتفاقا در بحث این راهزنی رسانه‌ای که فکر میکنم البته اون تعبیری است که شما براش، یعنی اسمی هست که شما براش انتخاب کردید، بیشتر صحبت خواهیم کرد، چون مبحث پارازیت هم در همون میگنجه دیگه، درسته؟ همینطور هست. من این رو از این جهت راهزنی نام میگذارم، درست مثل این که دریاهای آزاد جایی هستن که کشتی‌ها میتونن به راحتی حرکت کنن و تجارت رو در دنیا جاری میکنند، اگر گروهی بیان و مانع بشن برای اینکه کشتی‌ها کالا رو از یک بندر به بندر دیگر ببرند، اسمش راهزنی را نام میگیره. در عرصه ارتباطات و رسانه‌ها هم اگر
کشوری یا گروهی اختلال ایجاد بکنه، این رو میشود راهزنی رسانه‌ای و ارتباطی نام گذاشت. بله، ببینید من یک سوالی رو اول برنامه، چند تا سوال به هر جهت پیش میاد در ارتباط با موضوع امشب برنامه، ولی سوالی که نخست از مردم من پرسیدم در واقع در ارتباط با همین قضیه بود. میخوام از شما بپرسم این رو که جمهوری اسلامی حکومتی است که مدعی ثبات سیاسی و ایدئولوژیکه، حالا چرا این حکومتی که این ادعا رو داره اینقدر واهمه داره از شبکه‌های تلویزیونی؟ من به نظرم جمهوری اسلامی حکومت با ثباتی نیست به چند دلیل. دلیل اول این که از ابتدا این حکومت همواره خودش رو حکومت انقلابی نام گذاشته. ما حکومت انقلابی نمیتونیم داشته باشیم. انقلاب یک رخدادی است که در یک نقطه ای اتفاق میفته، بعد یک رژیم سیاسی جای اون رو میگیره. اگر امروز همچنان حکومت از آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب یاد میکنه، این نشون میده که مجموعه حاکمان به خودشون هنوز به صورت یک گروه محدود انقلابی نگاه میکنن، نه به عنوان یک رژیم با ثبات. همچنین رفتارهای حکومت نشان دهنده بی ثباتی هست. اینکه مرتبا گروههایی در داخل جامعه ایران بازداشت میشن به اتهام براندازی، و اینکه مرتبا روزنامه نگاران، فعالان سیاسی زندانهای طولانی مدت رو با اتهام براندازی میگیرن، نشون میده که حکومت احساس ثبات و امنیت نمیکنه. بله، ببینید شما اعتقاد دارید که این حکومت ثبات سیاسی نداره، مثال هایی هم براش دارید، ولی خود حکومت این ادعا رو داره. یعنی خودش این ادعا رو سالیان سال بیش از 3 دهه است که این ادعا رو میکنه که ما هر اتفاقی هم که میفته به هر جهت این ادعا همچنان به قوت خودش باقی هست. آقای محمدی، پس اگر کسی واقعا اطمینان داره از خودش، چرا اینقدر میترسه از این که خبری غیر از اون خبری که مثلا اون در رسانه و صدا سیمای خودش منعکس میکنه، حالا غلط یا درست، پخش بشه و مردم رو بشنون؟ و همین احساس عدم اطمینان هست که باعث میشه که دهانها بسته بشه. ثبات سیاسی که جمهوری اسلامی ازش یاد میکنه عمدتاً با اتکای بر قوای قهریه هست، با دستگاه‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی و قضایی هست که این حکومت بر سر جای خودش باقی مونده. اگر اینها روزی از عرصه خیابان کنار برند و مردم بتوانند صدای خودشون رو به جامعه برسونن، اون موقع است که ثبات سیاسی رو میشه مشاهده کرد. من یک مثال خیلی ساده عرضه میکنم به بینندگان شما. در 2 هفته گذشته مردم ایالت ویسکانسین به دلیل اعتراضاتی که به فرماندار خودشون داشتند آمدند و مجلس ایالتی رو اشغال کردند و 2 هفته است که در مجلس ایالتی میخوابند. در این حال پلیس از اینها حمایت میکنه، پلیس از اینها حفاظت میکنه برای اینکه صدایشون رو به جامعه برسونن، گرچه کسانی که آمدن و اعتراض میکنند اقلیت هستند، یعنی جمهوری خواها هستند که در این ایالت قدرت رو به دست دارن، دموکرات ها در اقلیت بودند. این هست که نشون میده ثبات سیاسی در یک جامعه وجود داره یا نه، نه اینکه پلیس و دستگاه‌های امنیتی و نظامی مرتبا مردم رو سرکوب کنند. بله، تا قبل از اینکه من دومی سوالم رو، سوال مشخصم رو از شما داشته باشم در این برنامه، آقای بهمن از کرج پشت خط هستن. آقای بهمن، کرج، صدای من رو دارین؟ فهم کنم صدای من رو ندارن. اگر که قرار شد الو آقای بهمن، الو خانم آرامیده، من صداتون دارم. خوش آمدین به برنامه. نقطه نظر خاصی دارین در ارتباط با موضوع برنامه که تماس گرفتین؟ ما میشنویم صحبت های شما رو. من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت تمام بینندگان محترمتون. من میخوام اینجوری خدمتتون عرض کنم که اگر ما پارازیت اینجوری معنا کنیم که بگیم پارازیت یعنی ایجاد مانع برای رسیدن صدا و تصویر، حالا همین پارازیت و ایجاد مانع از 2 جهت قابل بحث. بله، میتونیم بگیم که این ایجاد مانع یکی یا برای انسانها ضرر داره یا نداره، برای سلامتی انسان ها ضرر داره یا نداره. اینجا خب 2 قوله، بعضی ها میگن، بعضی از دانشمندان معتقدن که خب ضرر داره. اگر ضرر داشته باشه خب موبایل هم ضرر داره. خانم آرمیده، شما حساب کنید ماهواره های جاسوسی که حساسیتشون خیلی بیشتره، فرکانس هاشون خیلی بالاتره، باید مطالب حساس تری رو بگیرن،
حتی قادرن تا 30 متر زیر بتون هم نفوذ کنن. بهمن جان اتفاقا به نکته بسیار مهمی شما اشاره کردین در بحث پارازیت ها، بحث مسائل بهداشتی شون، اون تأثیری که میگذاره حالا چه بر روی انسان ها چه بر روی محیط، اینا همه صحبت باید بشه. اما اجازه بدید بحث امشب ما تمرکزش روی اون قضیه نیست، میتونیم بهش اشاره کنیم ولی وقت برنامه رو نمیخوایم بذاریم روی اون قضیه. محمد رضا از تهران پشت خط هست. محمد رضا جان صدای شما رو ما فکر کنم داریم، میگن بسته صداتون، بفرمایید. بله، با درود فراوان به شما و همکاران محترمتون، من باید عرض کنم که در عصر ارتباط صدای من میاد؟ بله صداتون رو کامل داریم، بفرمایید خواهش می‌کنم. بله، در عصر ارتباطات مختل کردن سیگنال های مخابراتی با ارسال سیگنال های مرگبار که همون پارازیت ها هستن، چون پارازیت ها فرکانس های بالایی دارن، بالای 1 گیگاهرتز به اصطلاح ثابت شده، یعنی همه فرکانس ها برای بدن ضرر دارن، مخصوصا اگر محمد جان ببخشید یه سوال من از شما دارم، اگه صدای من رو دارید. سوال اصلی برنامه ما این هست که به نظر شما چرا حکومت ایران میترسه از ارسال آزادانه اطلاعات به داخل ایران؟ جوابتون چیست؟ خب این یک کم لطفی هست، به خاطر اینکه اگر ماهواره بده پس ما چرا خودمون پرس تیوی و چندین کانال دیگه تلویزیونی رو داریم؟ اگر بعد تکنولوژی بد هست، خب میکروفون هم بده، ماشین هم بده، من باید با الاغ برم سر کار. پس ما نمیتونیم با تکنولوژی مبارزه بکنیم، باید مشکل رو به صورت ریشه‌ای حل بکنیم. الان ما مدت های زیادی است که صدا و تصویر چندین کانال رو نداریم، صدای آمریکا رو هم نداریم. بله صدای آمریکا هم جزو اون شبکه‌ای است که خیلی مشکل میشه اون رو گرفت. اجازه بدید من در مورد صحبت شما ببینم نظر میهمان برنامه‌مون چی. آقای محمدی نظر خاصی دارید در ارتباط با صحبت ایشون محمد جان، یا اینکه بریم به نفر بعدی، تلفن بعدی؟ من یه توضیح کوتاهی عرض کنم. حکومتی که جلوی جریان آزاد اطلاعات رو میگیره، حالا از طریق سانسور، فیلترینگ و پارازیت، این حکومت از لحاظ ایدئولوژیک کاملا به ورشکستگی رسیده. حکومتی است که توان رقابت فرهنگی، توان رقابت رسانه‌ای خودش رو از دست داده. بنا به اعتراف خود مسئولان رسانه‌های دولتی در داخل کشور، بالاخص پس از انتخابات، بینندگان رادیو تلویزیون دولتی حدود 40% کاهش پیدا کردند. همین کاهش بیننده هست که نشان میده چقدر مردم به رسانه‌های بدیل آلترناتیو توجه کردند. پارازیت ها برای این هست که صداهای بدیل رو در جامعه خاموش کنه. تا این نکته که گفتید خیلی دوست دارم تا یه برنامه وقت باشه و حتما در موردش حرف بزنیم که چرا تا این حد مردم استقبالشون کم شده از اون چه که در واقع تولیدات داخلی هست، تولیدات رسانه‌هایی که داخل ایران هست، و اون بحث خیلی جالبیه، میتونیم در موردش صحبت بکنیم با هم دیگه آقای محمدی. اما اون چه که الان من میخوام از شما بپرسم بحث حقوقی این قضیه هست. یه اشاره‌ای در گزارش به این بحث حقوقی شد، اون هم مخصوصا در نامه‌ای که صدای آمریکا، دویچه وله و بی بی سی فرستاده بودن به مقامات که آقا این قضیه اصلا غیر قانونی هست و ایران باید جلوش گرفته بشه، جلوی این اقدامی که داره میکنه گرفته بشه. سوال اینجاست، شاید خیلی از مردم در ایران هم آقای محمدی این سوال رو دارن که پس چرا جلوش گرفته نمیشه، چرا نمیشه جلوی این اقدام رو گرفت؟ در عرصه بین الملل بسیاری از کشورها قوانین بین الملل رو نقض میکنند، اما اینکه آیا دستگاهی، نهادی در عرصه بین الملل هست که بتواند جلوی نقض این قوانین رو بگیره، اونجا جامعه بین الملل با دشواری روبرو هست. به عنوان مثال در مورد جنایت علیه بشریت قوانین مشخصی وجود داره که یک کشوری مثلا مثل لیبی وقتی مردم خودش رو بمباران میکنه، طبعا اینها غیر قانونی است. اما اینکه آیا در یک شرایط خاصی شورای امنیت یا دیگر نهادهای بین المللی می توانند جلوی این رفتار رو بگیرند یا نه، اونجاست که با موانع و مشکلات ما مواجه میشیم. سازمانهای بین المللی ارتباطات همواره این گونه رفتارها رو، فرستادن پارازیت رو، غیر قانونی اعلام کردند. اما در همین سازمان از
قوه اجرایی برای اعمال این تدبیرها برخوردار نیست. ولی اون چه که به هر جهت مشخص هست این هست که این کار چه از طرف ایران صورت بگیره چه از طرف هر کشور دیگری، این کار نقض قوانین بین المللی هست، یعنی غیر قانونی است. این دیگه اجازه بدید ببینیم، فرزاد از خوزستان پشت خط هست. بله آقای فرزاد، صدای ما رو دارید؟ آره خسته نباشیم. خواهش میکنم. مرسی آقای فرزاد. خواستم بگم که جمهوری اسلامی از حقیقت میترسه، چون که پارازیت میندازه. من خواستم بدونم که چرا شبکه خبر ایران میتونه رو هاتبرد باشه، ولی تلویزیون و صدای آمریکا که حقیقت به مردم میگن رو هاتبرد نمیتونه باشه. من نمیدونم، این سوال از شما داشته، برای چی شبکه خبر دولت قطع نمیکنه؟ نمیدونم که شرایط دیگه، چون شبکه خبر ایران رو هاتبرد داره، صدای آمریکا رو هاتبرد نیست. ممنون. اشاره جالبی کرد فرزاد آقای محمدی، و اون هم خب آدم میرسه به این که نکنه رفتارهای جمهوری اسلامی دچار یک دوگانگی هست در این بخش. میشه شما، من نمیدونم، من نظرم اینه، این دوگانگی کاملا انگار مشهوده. این دوگانگی نه تنها در حوزه رسانه‌ای، بلکه در همه عرصه‌ها در رفتار جمهوری اسلامی به چشم می‌خوره. به عنوان مثال، جمهوری اسلامی در دیگر کشورها، مثلا در لبنان یا در مصر یا در تونس، خواهان دموکراسی هست یا انتخابات آزاد، اما در داخل کشور جمهوری اسلامی خواهان چنین رفتاری نیست. جمهوری اسلامی اعدام رو مثلا در جامعه امریکا محکوم می‌کنه، اما ایران در سال گذشته یک، از لحاظ اگر از حیث جمعیت مقایسه کنیم، دارای بیشترین میزان اعدام هست در جامعه بین الملل. در همین عرصه هم حکومت جمهوری اسلامی دارای شبکه هایی است که از مجرای ماهواره پخش میشن، مثل پرس تیوی یا العالم یا شبکه های جامع جمع. جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که همواره به صورت سواری مجانی عمل کرده، از این عرصه ها استفاده میکنه، در کشورهای دیگه دفتر داره، در مثلا دفتر پرس تیوی در لندن هست، اما شبکه بی بی سی نمیتواند در ایران دارای دفتر باشه. اینها رفتارهای دوگانه ای است که حکومت جمهوری اسلامی همواره از خودش بروز داده. ببینید، یه بحثی رو که شما انجام دادید و گفتم امیدوارم اشاره بشه بهش، فکر می‌کنم که واجبه الان یه اشاره بهش بکنیم، که به هر جهت اون رسانه‌های داخلی هم برای خودشون مخاطبان خودشون رو دارن، ولی در مجموع وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم انگار مردم گذر کردن از اون چه که داره اتفاق می‌افته در داخل ایران و اون بخش خبررسانی، اون رسانه داخلی و اون تمام اون تولیداتی که دارن. با خیلی از آدما که صحبت می‌کنم، آقای محمدی شما شاید خودتون بهتر بدونید، میگن اصلا ما خیلی وقت نگاه نمی‌کنیم تلویزیون رو، حالا این بخش خیلی افراطی شاید باشه، ولی اون اعتمادی که باید باشه نیست. فکر میکنید عدم اعتماد، این گذر کردن از کجا ناشی شده است؟ آیا واقعا اون چه که خوراک فکری افراد هست داده نمیشه؟ آیا ضعف در کجاست؟ ضعف در این هستش که اون چه که جمهوری اسلامی میخواد بده به عنوان برنامه، اون چیزی نیست که مردم طلب میکنن و خواسته های مردم نیست، یا مشکل جای دیگری است؟ به نظر من مشکل اینجاست که از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی ما یک فرهنگ رسمی دولتی داشتیم و یک فرهنگ غیر رسمی مردم. در ابتدای جمهوری اسلامی شکاف میان این دو کم بوده، ولی به تدریج شکاف میان فرهنگ رسمی و فرهنگ غیر رسمی مرتباً افزوده شده. به عنوان مثال، در ابتدای دهه 60 در ایران مردم سعی می‌کردن با دستگاه‌های ویدیوی بتاماکس فیلم‌های رو به دست بیارن و ببینن، یا نوارهای کاست تلاش می‌کردن از مجرای نوارهای کاست موسیقی عامه پسند ایرانی رو بهش دسترسی داشته باشن، چیزهایی که در رادیو تلویزیون دولتی پخش نمی‌شد. اما دستگاه رادیو تلویزیون دولتی تولیداتی داشت که برخی از مردم به اونها توجه نشون می‌دادن. سریال‌هایی رو تولید می‌کرد، فیلم‌هایی تولید می‌کرد که از استانداردهای خوبی برخوردار بود. اما با گذشت زمان مرتباً شکاف میان فرهنگ رسمی و فرهنگ غیر رسمی در ایران افزوده شده، تا اینجا که بسیاری از مردم ایران امروز نه به تولیدات موسیقی دستگاه رسمی رادیو و تلویزیون توجه دارن، نه به فیلم‌ها توجه دارن، نه به مجموعه‌های تلویزیونی توجه دارن. بیشتر تولیدات فرهنگی رو که مردم مصرف میکنند تولیداتی است که از خارج از ایران به ایران میرسه، یا در به شکل زیرزمینی تولید میشه.
امروز گروه‌های موسیقی زیرزمینی در ایران تولیداتشون به شدت بیشتر مورد توجه هست تا دستگاه رسمی حکومت، یا فیلم‌هایی که به صورت غیر رسمی تولید میشه بیشتر مردم به اونها اقبال نشون میدن. شما این بحث فرهنگ رسمی و غیر رسمی که کردید، یه سوال دیگری در ذهن من نقش بست، حتما اون رو باید در موردش با همدیگه صحبت بکنیم، که اینجا نقش اون فرهنگ غربی که خیلی بهش اعتقاد دارن که نباید آنچنان تأثیر بذاره رو فرهنگ مثلا به زعم خود ما ایرونی یا غنی ایرونی، با همدیگه صحبت میکنیم در موردش. اما قبل از اون آقای شاهرودی از اتریش خط هستن. آقای شاهرودی درود بر شما. با سلام به حضرت عالی و تمام مردم ایران. اجازه دارم؟ تمنا میکنم، بفرمید خوشم. حضورتون عرض کنم که همونجور که دوست مهمان برنامه به دوست عزیزمون و بعضی از شنوندگان به همینطور سرکار عالی اشاره کردین، سانسور و پارازیت برادرای یک مادرن، دو قلوان در واقع. این سیستم متاسفانه 32 ساله که ثابت کرده وحشت از حقیقت و عدم ثبات و نیاز به چند دشمن خیالی وضعیت در عرصه، وضعیت ضعیفش در عرصه برنامه ریزی هایی که با توجه به محدودیت هایی که خودشون میسازن متاسفانه بی ثبات بوده و بی ثبات خواهد بود. فراموش نکنیم که چه زمان آقای خمینی و چه در زمان نایبشون آقای خامنه ای هیچ کدوم از کارهایی که اینها کردن از 3 روز برنامه ریزی پیشتر نرفت و بیشتر نبود، چرا که متاسفانه عرض کردم اینها برای خودشون محدودیت های زبانی ایجاد کردند که نمیتونن پا از اون فراتر بگذارن. شاید در خودشون، توی خودشون این کار رو بکنن، شاید خودشون از همین مسئله ساتلی استفاده کنن، ولی برای مردم این محدودیت رو باید اعلام کنن، چون کسانی که اینها رو سر کار نگه داشتن پاگیرشون میشن، دامنگیرشون میشن. ممنون و سپاسگزار از شما آقای شاهروخی که از اتریش تماس گرفتین. یک سوالی من دارم، هم از شما بینندگان و شنوندگان این برنامه و هم از مهمان برنامه. دوست دارم کسانی هم که تماس میگیرن بتونن به این سوال دوست پاسخ بدن. اونم این هست که بحث فرهنگو که کردید، ببینید یه قسمتی آقای محمدی بحثی که حکومت ایران میکنه در ارتباط با این هست که میگه اینها مثلا خبر، مثلا صدای آمریکا دخالت میکنه بر روی برنامه‌ها و خط مش سیاسی داخلی خارجی کشور و حکومت ایران، و یه بحث دیگه هم بحث فساد هست. ببینید به هر جهت در هر کشوری، چه در ایران چه در امریکا، یک نهادهایی وجود داره که این نهادها کنترل میکنن، نظارت میکنن بر روی برنامه ها که هر برنامه ای پخش نشه. یعنی یک سیستم نظارتی وجود داره. میدونم که بعد در مورد اون سیستم نظارتی صحبت بشه، اما این سیستم وجود داره. بحث اینجاست که خیلی ها معتقدن که با توجه به اون ساختار خیلی خاص جامعه ایران، با توجه به فرهنگ ایران که مسئله اسلام هم درش خیلی نقش داره، به هر جهت میترسن از این که میگن فساد ایجاد بشه، و خیلی از خانواده ها هستن که بحث حکومت رو شاید قبول نداشته باشن ولی بحث فساد رو قبول دارن. شما به عنوان یک جامعه شناس چجوری این رو تحلیل میکنید؟ من به هر دو بحث مجزا اشاره میکنم. ابتدا بحث فساد، ببینید همه جوامع دارای نظام های هنجاری و نظام های ارزشی هستند، اما اعمال این نظام های هنجاری و نظام های ارزشی باید به خود مردم واگذار بشه یا به نهادهای مدنی. دولت پدر پیر خانواده یا معلم اخلاق خانواده نیست. دولت نقشش این نیست که مرتبا باید و نباید صادر بکنه، این رو باید به خود مردم سپرد. تولیدات فرهنگی باید در جوامع انجام بشه، توزیعش باید آزاد باشه. کالایی رو که مردم نمیپسندند خب طبعا بهش توجه نخواهند کرد. فیلمی رو که مردم نپسندند طبعا بلیط نخواهند خرید برای اینکه اون فیلم رو در سینما ببینن. در جمهوری اسلامی آمار بسیار جالبی وجود داره، در پایان دهه 60 حدود 80 بلیط سالانه در سینماهای ایران فروخته می شده. این رقم در سال 89 به 12 میلیون رسیده، یعنی 1/7. مجموعه این فیلم ها با همون استانداردهای اخلاقی دولتی که تمامیت طلب هست
ساخته می شده، همواره سانسورها اعمال می شده. چرا مردم امروز استقبال کمتری به فیلمهای ایرانی نشون می دن؟ علتش این است که حکومت داره یک مجموعه از ارزشها و هنجارها رو که مشخصا برمیگرده به سبک زندگی روحانیت بر کلیت جامعه داره تحمیل میکنه. فرایندهایی که هنجارها و ارزشها رو در جامعه به جریان میاندازن، این فرایندها باید از دل جامعه بجوشه، از دل نهادهای مدنی باید بجوشه. نهادهای مدنی باید جلوی رفتارهایی رو که ناهنجار هستن بگیرن، نه اینکه حکومت به صورت یک طرفه، اون هم با ارزشهای بسیار خاص و با نگاهی بسیار محدود، خودش رو در مقام اخلاقی قرار بده. این برتری اخلاقی حکومت‌ها در دنیای امروز به نظر من کاملا کنار گذاشته شده. حکومت‌ها باید بی‌طرفی ایدئولوژیک داشته باشن و این امور مربوط به هنجارها و ارزش‌ها رو به جامعه مدنی بسپرن. اما در مورد غرب که گفته میشه که حکومت تلاش داره که جلوی فرهنگ غرب رو بگیره، به نظر من کاملا در اینجا هم حکومت شکست خورده هست. حتی اگر من که معتقد هستم امروز فرهنگ غربی فرهنگ جهانی است، یعنی ارزش‌های عامی رو در واقع نمایندگی میکنه، اما حتی اگر کسانی در داخل ایران معتقد باشند که فرهنگ ایرانی اسلامی با فرهنگ غربی متفاوت هست، رفتارهای دولت ایران باعث توجه بیشتر مردم شده به فیلم‌های هالیوودی، به موسیقی غربی، به جای موسیقی کلاسیک ایرانی. بله، اجازه بدید ببینیم فائزه از سمنان پشت خط هست. فائزه جان صدات رو میگن داریم ما، بفرمید. خواهش میکنم. حمیدا جان خسته نباشید. شما مایزا. سلام میکنم خدمت میهمان برنامه‌تون و همه هموطنان عزیزم. من دو تا نکته رو میخواستم بگم، اگر اجازه بدید دو تا نکته رو خیلی کوتاه عرض کنم. اول اینکه من فکر به نظر من هر شبکه‌ای چه موافق چه مخالف جمهوری اسلامی باید آزاد باشه که حرفشو بزنه، ولی شبکه‌ای مثل صدای آمریکا، مثل شبکه شما که از بیگانه پول میگیره و از کنگره پول میگیره، یعنی غیرت ایرانی نداره و با پارازیت شبکه‌ای وابسته این مدلی، فکر میکنم هر ایرانی موافق باشه. نکته دومم این هستش که پارازیت، همه متفق القول هستن که مظهر این در واقع یه نوع مداخله است، ولی توی دنیا به نظر من الان مظهر مداخله و نماد مداخله خود آمریکاست، که حالا ما داریم تو کشور خودمون پارازیت میکنیم، ولی که آمریکا بواسطه از اون سر دنیا اومده توی عراق تجاوز کرده به کشور، نفتش رو داره میخوره، مردم کشورش رو، مردم عراق رو داره. این همه واقعا فائزه جون از مبحث پارازیت رفتیم به جنگ عراق. قربون شکلت برم آخه عزیزم. البته در مورد قضیه صدای آمریکا، چون من میتونم اینو به شما بگم که به هر جهت ما یک نهادی هستیم کاملا مستقلیم، حتی اگر فکر کنید که این نهاد بودجش از کنگره آمریکا تهیه میشه، از هر جایی که تهیه میشه، این نهاد رسانه است بر اساس اون چه که در آمریکا وجود داره، ما بر اساس اون کار میکنیم و اون آزادی بیانه و آزادی رسانه هست برای کار. ما حتی چیزهایی رو که در خود کنگره هم دعوا مشاجره هر چی که البته اینجا اسمش رو دعوا نمیذاره، اینجا به هر جهت چالنجایی هست، چالشایی هستش که وجود داره، اونها رو هم منعکس میکنیم مثل بقیه رسانه‌هایی که در آمریکا وجود دارن و این کار رو انجام میدن. اما در مورد پارازیت و جنگ عراق دیگه من نمیتونم چیزی بگم. اگر صحبت خاصی داره آقای محمدی، نکته‌ای رو از صحبت‌های فائزه شما دوست دارید در موردش صحبت بکنید، ما در خدمتتون هستیم. من فقط به دو نکته کوتاه اشاره میکنم. اگر استدلال این هست که ارسال سیگنال از یک کشور به کشور دیگر مداخله هست، خب این کار جمهوری اسلامی انجام میده. جمهوری اسلامی امروز همه کانالهای خودش رو از طریق همین ماهواره در سرتاسر دنیا پخش میکنه، بالاخص در تحولات روز در مصر، در لیبی، در بحرین خبرنگاران جمهوری اسلامی حضور دارن. چرا حضور خبرنگاران جمهوری اسلامی و کانال‌های ماهواره جمهوری اسلامی هیچ مشکلی نداره، اما حضور کانال‌های ماهواره‌ای که بودجه‌اش از طریق دولت آمریکا یا دولت انگلیس تأمین میشه اونها مشکل داره؟ نکته بعد هم که ایشون فرمودن در مورد ارتباط میان بودجه و رفتار رسانه‌ها،
به نظر من آنچه که اهمیت داره رفتار حرفه‌ای یک رسانه هست. بالاخره صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم از یک دولتی بودجه میگیرن، همونطور که صدای امریکا از دولت دیگری بودجه میگیره. بودجه تعیین نمیکنه رفتار یک رسانه رو، معیارهای حرفه‌ای هست. آیا معیارهای حرفه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی در رسانه‌های دولتی تلویزیون و رادیوی دولتی جمهوری اسلامی رعایت می‌شود یا نمی‌شود؟ و در مقایسه کدام یک بی بی سی صدای امریکا، صدای آلمان یا دستگاه دولتی رادیو تلویزیون در جمهوری اسلامی کدام یک بیشتر این معیارهای حرفه‌ای رو رعایت می‌کنند؟ آقای این بخش به پایان برسه. اگر صحبت خاصی دارید، مطلب خاصی هست که دوست دارید بهش تاکید بکنید، ما در خدمت شما هستیم. من عمدتاً پارازیت ها رو ناشی از شکست جمهوری اسلامی میدونم در جمع آوری بشقاب ها، چون اگر ما به تاریخ رفتار جمهوری اسلامی در برابر شبکه های ماهواری نگاه بکنیم، پارازیت ها هنگامی به میدون اومدند که مردم ایران با مقاومت خودشون ادامه دادن به دیدن کانال‌های بدیل جمهوری اسلامی. در صحبت‌های همین میهمان محترم برنامه بود که مردم ایران کانال‌های دیگر رو نمی‌خوان. اگر مردم ایران نمی‌خواهند، چرا وقتی که از پشت بام‌ها عکس گرفته میشه میلیون‌ها بشقاب در پشت بام‌های ایران مشاهده میشه و دولت باید نیروی انتظامی رو بسیج بکنه در هر دوره‌ای برای اذیت و آزار مردم که این بشقاب‌ها رو جمع آوری کنند؟ مردم ایران صداهای متفاوت رو میپسندند و دولت ایران با بستن مجاری اطلاع رسانی مشکل ایجاد کرده برای مردمی که یک گونه نیستن، چند صدا هستن و میخوان این چند صداها، چند صدایی رو در عرصه رسانه‌ای ببینن. با سپاس و تشکر از شما آقای مجید محمدی، کارشناس و تحلیل مسائل ایران و جامعه شناس، به خاطر حضورتون در برنامه روی خط امشب. امیدوارم شاهد حضور شما در برنامه‌های دیگر هم باشیم. خواهش میکنم. و اما شما عزیزان با ما بمانید، ماندانا تدیون با ما خواهد بود در بخش بعدی برنامه و نظرات شما در ارتباط با پارازیت. برنامه شبکه خبری فارسی صدای آمریکا را میتوانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. ماهواره نایل سات 7 درجه غربی، فرکانس 11.355 گیگاهرتز، FEC 3.4، سیمبول ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. ماهواره عرب سات EB2 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.585 گیگاهرتز، FEC 3.4، سیمبول ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. ماهواره آسیا سات 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4.40 گیگاهرتز، FEC 1.2، سیمبول ریت 20.4، پولاریزیشن افقی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی www.voapnn.com خط مبرب satellite.cfm دیدن کنید. ماندنا خانم تدیون با ماست. مانی جان سلام بر تو حمیده. خب اگه بخوام خلاصه کنم نظر اکثر بیننده ها رو، نظر بیشتر آدم ها این بوده که این دلیل ارسال پارازیت ها این هستش که دولت ترس داره از آگاه شدن مردم. حالا اگه نگاه بخوام بریزم به چند تا از نظرها، از ایمیل هایی که داشتیم، ستاره از تهران گفته که تنها کانال های سیاسی مورد حمله پارازیت قرار میگیره و کانال هایی مثل فارسی یا فارسی وان یا کانال های دیگر هیچ گونه پارازیتی رو متحمل نمیشن. جمهوری اسلامی با اندیشه آزادی خواهی مخالف است، نه با بی بند و باری. نظر دیگری داریم از علی که نوشته ارسال پارازیت از ترس از اطلاع رسانی صحیح انجام میشه. حکومت ایران نمیخواهد مردم بدانند چه دارد بر سرشان میآید. پویا از تهران توی ایمیلش گفته که رژیم ایران از اخبار درست ترس داره و نمیخواد مردم از واقعیات باخبر باشن. البته تا حد زیادی موفق نبوده، چون مردم راه گرفتن اطلاعات درست رو بلدن و کسی به اخباری که از طرف دولت گفته میشه اهمیتی نمیده. علی از رفسنجان توی ایمیلش نوشته که چون حکومت ایران یک دروغگوی بزرگ است و به شدت از رسانه‌های آزاد واهمه دارد،
و از واقعیت میترسد. و کوروش از تهران هم نوشته که حکومت ایران اساساً از گردش آزاد اطلاعات و مناظره های فلسفی و سیاسی هراس داره، زیرا بنیانش بر دروغ، سرکوب مخالف و سانسور عقاید استوار شده. اینا چند تا از نظرهایی بود که از طریق ایمیل دریافت کردیم. یه سری هم اگه به فیسبوک روی خط بزنیم که خیلی فعال بوده، علیرضا نوشته که آفت و بلای جان حکومت های دیکتاتوری اطلاع رسانی و آگاهی مردم است، چرا که آگاهی مردم سبب به خطر افتادن بقای آنها خواهد شد. البته این بدین معنی نیست که تمام شبکه های ماهواره‌ای سبب آگاهی میشن یا حقیقت از سوی اونها گفته میشه. بیننده به نام ابوذر نوشته که حکومت های دیکتاتوری از آگاه شدن مردم هراس دارن، چیزی که خیلی ها گفته بودن. بهنام گفته آگاهی، دقیقاً. بهنام نوشته که ترس از همگیر شدن اخبار در جامعه و خیزش سراسری مردم. محمود گفته که جمهوری اسلامی از همه چیز واهمه دارد، از موی زنان گرفته تا عرق کشمش، ماهواره که همه چیز را نشان میدهد دیگر جای خودش رو داره. امیر گفته که سانسور اطلاعات در ایران نشان از ضعف نظام دیکتاتوری ایران است. علی نوشته که حکومت از هر چیزی که باعث افزایش آگاهی مردم بشه واهمه داره، چون مبتنی بر جهل و خرافه و دروغ است. بیننده به نام مازیار نوشته که حکومت ثبات خودش رو در بسته نگه داشتن جو رسانه‌ای می‌بینه. حسین نوشته که دلیلش اینه که از حقیقت و آگاهی مردم واهمه داره. و پندار نوشته که شبکه‌های ماهواره‌ای بر اساس فرهنگ و اصول دموکراتیک برنامه‌ریزی شدن و حکومت ایران نمیتونه این تکنولوژی رو تحمل کنه، چون نمیتونه دموکراسی رو تحمل کنه. چند تا نظر دیگه هم داشتم، چون خیلی همه شبیه هستی گفتم نخونه، ولی بهزاد، ناظم و علی همه نظرهای مشابهی داشتن، اینکه حکومت از آگاهی مردم واهمه داره و دلیل اصلی ارسال پارازیت این هسته. شبت خیلی هم مثل چند تا از بیننده هایی که داشتیم به عوارض در واقع سلامت و اینجور چیزا اشاره کردن، که ولی اون یه بحث دیگه بود. اونم یه بحثی بود که اصلا خیلی حتی توی خود مجلس ایران هم در موردش صحبت شد، خیلی پزشکا در موردش حرف زدن که چقدر میتونه اثر بد داشته باشه، مخرب داشته باشه بر روی سلامتی افراد. که خوشم یه برنامه در رابطه با عوارضش رو سلامت داشتیم. خب آره، یادم میاد که این برنامه رو هم داشتیم. برجان امشب در ارتباط با اون نبود، ولی خب نظراتشون چیزی رو که میاد توی ذهنشون باید بنویسن. و خیلی هم ممنون، سپاسگزاریم. خیلی سری مانی جان، تو فرصتی که داری میتونی در مورد راه های تماس بگی که این راه ها چه هستش، برای اینکه میدونم خیلی فعالتر هم شده. حتما. خب یکی از راه های اصلی وبلاگ برنامه هستش، روی khat.blogspot.com آدرسش هست، که میتونن برن اونجا موضوع برنامه رو هر روز میذاریم. یعنی الان که برنامه تموم میشه بلا فاصله یکی دو سری موضوع برنامه فردا رو که من حالا بعد از اینکه مانی رفت بهتون میگم اعلام میکنم، میذاریم روی وبلاگمون. درسته، اونا میتونن اونجا برن نظر بدن. بعد یکیش ایمیل هستش که ما میتونن ایمیل بدن به روی خط @voinews.com. البته کسایی هستن که درخواست میکنن به فهرست ایمیل های ما اضافه بشن، که اون وقت اونها رو ما خودمون ایمیل میکنیم موضوع رو، یعنی اتوماتیک برای اونها میفرستیم موضوع، که اون وقت خودشون میتونن بیان جواب بدن. فیسبوک هم که هست، که صدای شما خط مبرب روی خط. آره. صفحه صدای شما خط مبرب روی خط فیسبوک برنامه روی خط. سپاسگزار از مانی عزیزم. اجازه بدید در ارتباط با موضوع فردا بهتون بگم، قبل از اینکه بدرود بگم بهتون. آقای بنی‌صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن، ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم. قدرت نامحدود، ویژه برنامه افق 12، 17 و 18 اسفند. دایی من قبل از اینکه خمینی به ایران بیاد خمینی رو ندیده بوده. نگاهی به زندگی سیاسی آیت الله سید علی خامنه ای. این چیزی که میگن که آیت الله خمینی گفته آقای خامنه ای بر رهبری مناسبه، جعل تاریخی. نظام هم حق دفاع داره از خودش. هیچ کس رو بیرون نمی کنیم ما از نظام، اما کسانی هستیم که خودشون درک میکنن. اما برنامه فردای روی خط به وظایف و اختیارات مجلس خبرگان رهبری خواهد پرداخت.
فردا سه‌شنبه نشست دو روزه خبرگان رهبری برگزار میشه و هرچند مجلس وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری رو بر عهده داره، در سالهای گذشته در پی هر نشست این مجلس بیانیه‌ای تاییدآمیز در تایید عملکرد رهبر جمهوری اسلامی ایران صادر شده. فردا آرش میزبان برنامه هست، جواد اکبرین دینپژوه و روزنامه‌نگار هم میهمان برنامه هست و از شما هم دعوت می‌کنیم در برنامه فردای روی خط نظراتتون رو درباره مجلس خبرگان رهبری بیان بکنید. با این برنامه بمونید و نظراتتون رو هم برای ما بفرستید.